فقط آرمی، من یه خواسته داشتم که در مورد اینکه در واقع این شکل جدید از گیاهخواری یه مقدار صحبت کنید، یک نمونه مهمون بیارید که بتونیم استفاده بکنیم از صحبتاش. من خیلی ممنون ها میشم. حالا بابک هم اینجاست، من این رو میگم که اگر ممکن بود که کسی رو بیاریم، فکر کنم وریام گزینه مناسبی باشه، چون تا اونجایی که من میدونم وریا خودش هم در واقع گیاهخوار شده و در مورد این فکر کنم بتونه خوب صحبت بکنه. این البته حداقل وریا میتونم که الان که معرفیش هم در بکنم. دسترس نیست، چون ما برای برنامه های دیگه هم میخواستیم بهش پیغام دادیم، البته الان یه خورده مشغوله و در دسترس نیست و بیشتر زمانش اکثرا داخل کلاب هاوس الان. اما چشم، حتما برای گیاهخواری حتما یه مهمانی پیدا میکنیم حتما. حالا اگر دوستان هم کسی رو میشناسن پیشنهاد بدن، طبیعتا البته راههای ارتباطیشون هم به ما بدن، طبیعتا ما دعوت خواهیم کرد، چرا که نه، حتما. چون خود منم جدیدن دارم به این طرف سوق پیدا میکنم، برای اطلاعات خودم که شده حتما یه مهمانی که با تجربه باشه تو این قضیه حتما استفاده خواهیم کرد و دعوت میکنم. من مرسی خودم وکیل. من گیاهخوار خودم نیستم، هم میتونم هم اعتقادم، توجیه کنم. ها؟ آره من میتونم بیام و توجیهت کنم آرمین جان. شما رو توجیه کنم. آها، آره من تو خیلی بعد نیستم گیاهخواری؟ در این موضوع حرف میزنم. آره، آها، میام من در مورد نیستم، این خیلی مسئله صحبت میکنم. الان من نیستم، آرمین میتونم اصلا هم میپرسی توجیهش که کنم. P12 رو چیکار میکنه؟ نه، به خاطر اون، ببین، من آره B12 خب میتونی قرص بخوری، درست میشه، آره خب مکمل. مکمل بخوری، ولی نه، من آره بگو. بحث سر فقط نیاز ها ایناست. من میگم ادامهش ندیم، من میام صحبت میکنم حالا در موردش تو یکی از برنامه های دیگه، و اگه مهمون بیارین که تخصصش این باشه خیلی بهتر احتمالا خواهد بود. باش. ولی من خودم فکر میکنم که بهترین دلیل رو برای گیاهخوار نبودن خودم دارم. الان نمیگم کسی نباید، همه باید گیاهخوار نباشن. ولی من اینو تو کانال انگلیسی من با گیاهخوارا مناظره زیاد داشتم. تا الان کسی جواب من نترس بده. بله. من با تو صحبت چی میکنم، احتمال شاید به راه راست هدایتت کردم. میتونی میتونی الان چیزی بگی به من؟ آره دلیل من چون گفتیم که چیز میشه، ولی نه 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 آرمین رو میگم، ام کی عزیز، اوکی 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 همین الان اوکی اگه وقت داری بتونیم همین در هم موضوع صحبت کنیم سریع. آره آره به من نظر وقت اگه برنامه شما چیز شده بذاریم برای یک جلسه دیگه، ولی من نمیخوام فرار کنم. الان میتونیم صحبت بکنیم. خب اوکی نه با من اوکی، من میخوام وقت تو رو دقیقه نگیرم. یه رو میتونیم صحبت کنیم در موردش، حالا بحث مفصل رو میذاریم بعدا حتما. من آره آرمی باش من دلیلتون من فقط میخوام بشنوم. آره باش باش من فقط خودم فکر میکنم که هیچ به این دو تا موضوع است. یکی این که کشتن حیوانات، به نظر من کشتن حیواناتی که خودآگاه نیستن مشکلی نداره. خب به خاطر اینکه حیواناتی که خودآگاه نیستن از خودشون آگاهی ندارن که اصلا ما چیزی رو ازشون گرفته باشیم که اینا اصلا میدونستن وجود داره قبل از وقتی ما جونشون رو بگیریم، درسته؟ یعنی من برام چیزی که برام مهمه خوشحالی و ناراحتیه. خب یعنی کم کردن زجر. مثلا توی فرض کنین و مثلا ما وقتی تو گاو رو نگاه بکنیم، برای من مهمه که مثلا یه گاو شکنجه نشه، درد نکشه، حتی دردای روحی روانی. مثلا من به نظرم ببینی یه گاو به خودش نمیدونه که خودش وجود داره، برای اینکه خودآگاه نیست، ولی میدونه که مثلا یک گاو مادر میدونه که بچهش وجود داره، با اینکه نمیدونه هیچ مفهومی از وجود خودش نداره. خب میدونه غذا وجود داره، میدونه آب وجود داره، میدونه که بچهش وجود داره، ولی خودشو هیچ درکی ازش نداره که خودش وجود داره. مثلا ما خب آرمین من تا اینجا انسان پاسخ بدم، بفهمه. من تا اینجا پاسخ بدم. آره من متاسفم که وارد میشم، چون گفتین یه رو، من دوست دارم که صحبت کنم در موردش. آره من دو تا سوال از تو میپرسم. آیا اگر یک انسان خودآگاه نباشه، یعنی ما انسانهایی داریم که به شدت معلول ذهنی و جسمی هن، آیا شما این رو مجاز میدونید که ما اون رو بکشیم؟ این یک نکته. دو اینکه سگ تو هم احتمالا خودآگاه نیست، به همون اندازه گاو چیز داره، تو آیا حاضری اون سگت رو بکشی یا نه؟ خب من زجر همه رو دارم در نظر میگیرم. خب مثلا همونجوری که وقتی مثلا یه گاو با اینکه خودآگاه نیست، خب جدا کردن یک بچه از مادرش
به نظر من باید جرم باشه برای گاو، برای اینکه با اینکه اون گاو خودش نمیدونه خودش وجود داره، وقتی میبینه بچهش رزش شده میشه، این باعث زجر مادر میشه. خب توی انسان ها مثلا یک سگ از خودش خودآگاه نیست، خب ولی صاحب سگ از سگ آگاهه و کشتن اون سگ باعث آزار صاحب سگ میشه. خب نه شما یه سگ ولگرد رو در نظر بگیر و یک فردی که هیچ خانواده‌ای نداره و معلول جسمیه و ذهنیه. نه برای اینکه برای من باعث اذیت آزار من میشه به طور شخصی. خب برای همین من بر خاطر کاهش اذیت آزار یک سگی رو حاضر نیستم بکشم. خب تو در واقع به خاطر خودت، به خاطر خودت که اذیت نشی اون رو نمیکشی و به خاطر اینکه باز خودت اذیت نشی و گرسنگی نکشی یا طعم گاو رو دوست داری گاو رو میکشی. خب این چه درست نیستی که فقط به خاطر خودت داری یه کاری رو انجام میدی که در واقع نه فقط خودم، همه. خب ببین مثلا تو مثالی هم که زدی نه فقط من ببین وقتی که من به عنوان یک بهره‌گرا یا یک یوتیلیتریان زج و خوشحالی همه رو دارم در نظر میگیرم به طور کل، خب همه انسان ها و همه موجوداتی که میتونن درد بکشن و موجوداتی که میتونن قابلیت خوشحالی رو دارن همشون با هم. خب ببین مثلا توی جامعه انسانی یک انسان فرض کنه که حتی خودآگاهیش هم از دست بده، البته خب ما این کارو میکنیم توی بیمارستان، یک انسانی که خودآگاهیش از دست بده بعد از این مدت دیگه از دستگاه جداش میکنن و این باعث مرگ اون شخص میشه. خب ولی اگه ما تصمیم بگیریم که این کارو مثلا نکنیم، خب مثلا یه مثال دیگه برات میزنم، مثلا میگن آرمین میگه خودآگاهی براش مهمه، برای اینکه اگه یک حیوان خودآگاه باشه شما اگه این حیوان رو بکشین یه چیزی رو ازش گرفتین که بهش علاقه داشته و میخواست، برای اینکه از وجود خودش آگاهی داشت. خب ولی مثلا بچه‌های مثلا انسان تا سن 3 سالگی خودآگاهی نداره معمولا. خب میگن خب آرمین پس معنیش اینه که تو حاضری مثلا بچه 2 ساله رو اگه مثلا یک کسی بیاد بکشه پس این جرم نیست، برای اینکه بچه 2 ساله خودآگاهی نداره، یا بچه 1 ساله میگه مطمئنیم تقریبا حدودا میگیم که خودآگاهی نداره، یعنی اینکه فرق داشته باشه. ببین حیوانایی که خودآگاهی دارن انسانن و شیمپانزی و دلفین و نهنگ و فیل و یه سری کلاغا فکر کنم، کرو نمیدونم کلاغ میشه اینجا. آرمین بذار من حرفم تموم شه. آره همون سوال توه، حرف توه. چی؟ میگن که این خودآگاهی از کجا، از چه منبعی آوردن که این افراد این بحث اینو شما برید زیست بخونید. خب ببین این من دیگه باید برم، شما برید یه ذره تحقیق بکنید، اینا زیست شناسا کلی روش تحقیق کردن. یکی از معیارهای اولیه‌اش قبلاً این بود که بیان ببینن که آیا یک حیوان میتونه توی تشخیص بده که مثلا تو آینه این تصویر خودشه یا نه. خب مثلا یه بچه انسان میتونه تشخیص بده که بعد از چه زمانی میتونه تشخیص بده که یک وجود خارجی داره و یک هویت داره، یعنی اصلا معنی کلمه من. خب یعنی یک سگ هیچ وقت ببین این باهوشی هم نیست، بعضی باهوشی رو با خودآگاهی قاطی میکنن. بذارین من اینو میگم. آره باش. سری ببینیم مثلا یک خوک خیلی باهوشه. خب خوک خیلی حیوان باهوشیه نسبت به حیوانات دیگه. خب خوک مثلا ممکنه از کلاغ هم باهوشتر باشه، خب البته نمیدونم، ولی خوک خودآگاهی نداره با این ولی یک کلاغ با خودآگاهی داره. این خودآگاهی اینم اثبات شده، یعنی دانشمندا اثبات کردن که مثلا یک شیمپانزی بعد از این مدتی مثلا میتونه تشخیص بده. خیلی هم راحت برای بعضی از حیوانات اثباتش مثلا راحته. خب شما مثلا یک شیمپانزی رو اگه بذارین جوره آینه، اگه مثلا یه چیزی بذارین روی یک مثلا یک گلی چیزی بذارین روی سرش، تو آینه نگاه میکنه میبینه گل رو سرشه، دستش رو برمیداره که این گله رو برداره، یعنی میدونه که خودش وجود خارجی داره. خب یک سگ و یک گربه از خودش هیچ آگاهی نداره، اصلا نمیدونه که من یه چیزی مثل من وجود داره. خب میدونه که مثلا دوستاش وجود داره، میدونه که درد وجود داره، میدونه که خوشحالی وجود داره، میدونه که گرسنگی وجود داره، ولی منو نمیدونه که وجود داره. حالا اون یه موضوع دیگه است. من دارم میگم که چرا مثلا یک حیوان، یک انسانی که مثلا 1 ساله هست که خودآگاهی نداره رو چرا مثلا این کشتن این مشکل داره. خب ببینید شما
اذیت آزاری رو که یک جامعه انسانی خواهد دید از کشته شدن یک انسان دیگه. یعنی ما فقط وقتی که جرمی رو که داریم انجام میدیم فقط به خاطر اون کشته شدن کسی که داره کشته میشه نیست، ما باید ببینیم تاثیرش رو جامعه و زجر که همه جامعه میکشه چیه. خب ببین مثلا یک سگ هم خب که اگه کشته بشه کسایی که اون سگ رو دوست داشتن دارن کلی زجر میکشن، خب در صورتی که یک گاوی که مثلا بچه مثلا مادری نداره، خب حتی جلوی بقیه گاوای دیگه هم اگه اینو بدون زجر بکشینش بقیه گاوا انگار اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. خب یعنی مثلا اینجوری نیست که اینجوری نیست که مثلا گاوا بیان حالا ببین مثلا حالا بگی جلوشون مثلا بیان بگی اگه جلوشون انجام بشه خب ممکنه مثلا بد بشه، خب اگه جلوشون نباشه مثلا بقیه گاوا نمیان با خودشون بگن بگن ای این اصغر دیروز با ما بود امروز دیگه نیستش چی شد، با هم بیان صحبت بکنن، بعد کلی نگران بشن که چه بلایی سر اصغر، کی به اصغر رو بردن دیگه هیچ وقت برنگشت خوب حالش به. یعنی اینجوری نیست که مثلا اینا باعث روحی روانی اذیت بشن، ولی تو جامعه انسانی ما اصلا بیام قبول بکنیم که مثلا یک انسانی که مثلا خودآگاه نیست و مثلا باید بتونیم بدون هیچ مشکلی حل بکنیم، مثلا برای ما یک شوکه که برای جامعه انسانی قائل میشه. یعنی ما باید این تاثیراتش رو روی همه انسان‌ها در نظر بگیریم. ما بالاخره مغزمون یک جوری طراحی شده توی زیست که مثلا شما میل داریم که یه سری چیزایی رو میل داریم که نبینیم و اتفاق نیفته و برای همین باید جلوشو گرفت به خاطر تاثیر روحی روانی که رو بقیه میذاره. بفرمایید امکی جان. آره آرمین جان، من میخوام این رو بگم که شما اصلا فرض کن که یک سگ رو داخل یک اتاق داری، هیچ کسی هم از وجودش باخبر نیست، هیچ خانواده هم نداره، هیچ کسی هم دور و بر تو نیست، هیچ سگ دیگه هم اونجا نیست. خب آیا تو واقعا این رو میتونی باور کنی که یک چاقو رو گردن اون بذاری و اون رو بکشی؟ حالا برای خوردن اصلا اگه مثلا حتی بشم نداشته با، یعنی راحت اجازه بده من صحبتمو بکنم، این که مثلا بتونیم بری مغازه خرید کنی، حالا هر چیز دیگه‌ای رو بخری، مثلا چیزای گیاهی بخری بیاری بخوری، یا یعنی که فقط اون سگ رو اونجا فقط داشته باشی. خب هیچ کس این کار رو نمیکنه. چرا؟ چون اسپیسیزم وجود داره. چون مثلا شما میتونی توی سگ چهره ای رو ببینی که میتونه دوست آدم باشه، اما شاید تو گاو یا توی مرغ نتونی اون چیز رو ببینی. خب من میگم که اسپیسیزم وجود داره و فقط به خاطر اینکه ما این گونه رو دوست داریم که نگه داریم و یا چیز دیگه، به خاطر ثبات رفتاری خودمون هم که شده ما باید گیاهخوار باشیم. یعنی ما نمیتونیم که ما سگ رو داشته باشیم یا گربه تو خونه داشته باشیم از اون نگهداری کنیم ولی از اون طرف بریم گاو و گوسفند رو بخوریم، در حالی که به همون اندازه اینا آگاهی دارن، آگاهیشون دقیقاً به یک اندازه، شاید حتی مثلا خوک بیشتر از سگ هم باشه و ولی خوک خب ببین تو باید فیسیزم فارسیشو بگی یعنی گونه گرایی. خب یعنی ما یک گونه رو میتونیم یه سری گونه های رو برتر قائل بشیم بر اساس گونه های دیگه. دقیقاً این رو هم اتفاقاً پیتر سینگر ازش صحبت میکنه تو کتاب انیمال لیبریشن خودش. آره خیلی قشنگه، در مورد همین ستاره صحبت میکنه و میگه واقعا ما گونه گرا هستیم. بله این ولی حرف غیر منطقیه، این مثالی رو که داره به این صورت میزنه. خب چینی ها این تصویر یا این چهره رو در سگ و گربه نمیبینن و میخورن، برای اونا خیلی عادیه. خب بعد اون موقع اون میشه. ببینید من به نظرم من اونا اتفاقا ثبات بیشتری دارن، یعنی حداقل اونا اگه میخورن سگرم میخورن، یعنی مشکلی با اونا ندارن. ولی حالا صحبت کنم، جواب سوال کردین جواب بدم. حالا ثبات شما لازم نداری، شما کاملا حق دارین که یک سری حیوانات از حیوانات دیگه بیشتر دوست داشته باشین، امیال ماست. خب ما به عنوان یک انسان، ببینید شما وقتی که میان از لحاظ اخلاقی تعیین میکنین که چه چیزی بیشتر باعث اذیت و آزار میشه، خب اذیت و آزار، ما اندازه‌گیری اذیت و آزار احساسات ماست. شما نمیتونین بیان بگین احساس شما غیر منطقیه. یعنی چی؟ ما داریم اندازه میگیریم که چه چیزی باعث ناراحتی و خوشحالی جامعه میشه. یعنی چی؟ من اگه بگم که من رنگ آبی رو از رنگ سبز بیشتر دوست دارم، البته برعکس، من اگه بیام میگم رنگ سبز رو از رنگ آبی بیشتر دوست دارم، تو نمیتونی بگی خب از لحاظ منطقی رنگ سبز هیچ برتری به رنگ آبی نداره،
تو نباید بیشتر دوست آره داشته باشی رنگ سبز و به رنگ آره آبی، برای اینکه اینا این از میتونه لحاظ اخلاقی، از لحاظ منطقی و از لحاظ اخلاقی اینا کاملا با هم برابرن. خب هستن که این هستن، من میتونه مغزم درست باشه. بذار من تموم شرفم هم کجا، من خب هستن که هستن، من مغزم یه جوری طراحی شده که من رنگ سبز رو که میبینم قشنگتره برام از رنگ اینا رو. بذار یه ذره بابک جان من حرفم تموم شد. رنگ سبز مغزم جوری طراحی شده که از رنگ آبی برام زیباتره. خب این که بیام که خب اینا که از تو دنیای خارجی اینا از لحاظ منطقی هیچ کدومشون برتر از دیگه نیست، خب این معنیش نیست که مغز من یکیش زیباتر از دیگه نمیبینه. خب مغز من هم جوری طراحی شده که یک حیوانی که یه چشم گنده داره و یه مثلا چیزی که ما به نظرمون ناز میاد و میبینیم و ما به علاقه عاطفی به اینا بیشتر داریم تا یک چه میدونم مرغ مثلا، البته گنجش کم حالا مرغی که مثلا آره، یا یه گاو حتی. خب خب ما اینو این نمیتونیم رد بکنیم. خب بعد شما میاد میگین که باید با هم اینا رو یکی در نظر بگیریم. خب نمیتونیم، ما نمیتونیم، ما علاقه این درسته تا این چیزی که تو میگی درسته، در صورتی که ما بخوایم حیوانات رو در دایره اخلاقیات خودمون قرار ندیم. خب یعنی مثلا بگیم که حیوانات اصلا در واقع به حاشیه‌اند و ما فقط سلامت انسان‌ها و فقط شادی و لذت انسان‌ها رو ملاک قرار میدیم. اجازه بده من صحبت بکنم. خب شما اگر بخواید ببین من اتفاقا دارم خوشحالی حیوانات رو در نظر میگیرم بر اساس اینکه چی برای اونا مهمه و خوشحالی انسان ها رو در نظر میگیرم بر اساس اینکه چی برای اونها مهمه. خب ببین از لحاظ اینکه آیا ما باید بتونیم یک گاو یا یک سگ رو بکشیم، خب اگه فقط سگ و گاو رو در نظر بگیریم و انسان ها رو در نظر نگیریم، سگ و گاو جفتشون خودآگاهی ندارن و کشتنشون بدون زجر اشکالی نداره. خب یعنی از این لحاظ من اینجوری نیست که من امیال سگ و گاو در نظر نگرفتم. خب اتفاقا امیال سگ و گاو در نظر گرفتم، برای همین میگم زجر دادن به یه گاو و زجر دادن به یک سگ باید جرم باشه. خب پس نمیتونی بگی من امیال حیوانات در نظر نگرفتم. اگه فقط تمرکز بکنیم به گاو و سگ و ببینیم چی برای اینا مهمه، ما باید مراقب باشیم که اینا زجر نبینن. خب بعد که میایم دنیای انسان، خب ما حالا دنیای حیوانات برامون مهمه، حیوانی که انسان هستم اونم آخر به نظر بگیریم، برای این سگ رو اصلا نمیکشیم، برای اینکه حالا انسان ها برامون مهمن. میدونی نظر میشه؟ تو نمیتونی بگی من حیوانات رو در نظر نگرفتم. من اگه فقط به حیوانات حیوانات غیر انسان نگاه میکردم، میگفتم سگ و گاو زجر نباید بکشن ولی جفتشون رو بدون زجر میشه کشت، ولی چون انسان ها رو هم به این فرمول اضافه میکنم، میدونم که انسان ها از کشتن سگ زجر میکشن و دونستنی که سگ داره کشته میشه به انسان ها یک روحی روانی روش تاثیر منفی داره، برای همین میگم سگ رو تو این جامعه که برای انسان ها اذیت میکنه تو این جامعه نباید سگ رو کشت. خب بخاطر اینکه انسان ها برای مهمه. بگو اوکی من یه چیزی رو اینجا بگم، من یه سوال ازت میپرسم، فقط یه آریانه جواب به من بده. خب شما آیا به این معتقد هستی که ما میتونیم با یک زندگی گیاهی و بدون استفاده از حیوانات یک زندگی سالم رو داشته باشیم، نه اینکه حتی بهتر از گوشتخاران و نه و فقط کافیه که به اندازه گوشتخاران باشه نه حتی بهتر از گوشتخاران، آیا تو به این معتقد هستی آره یا نه که ما میتونیم زندگی سالمی داشته باشیم فقط با مواد گیاهی؟ نه ولی این مهم نیست. خب من این رو فرض میگیرم که میشه. خب یعنی من خب فقط من میگم من میگم نمیشه ولی من برام این مهم نیست، یعنی من حاضرم حتی هزینه یه ذره سالمتر کمتر بودن رو بدیم که مثلا حق حیوانات گرفته نشه. میدونی ازم شه؟ خب همون، حالا بذار من این چیزی که شما میگی ما فقط حیوانات رو ملاک در نظر نگیریم و اینکه انسان ها هم چه چیزی خوششون میاد، مجموع این دوتا رو در نظر بگیریم چیزی که تو میگی و ببینیم انسان ها هم خوششون میاد یا نه.
در مورد این ظلمی که الان داره به حیوانات میشه، خب در این مورد اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، این نیست که در واقع ما مثلا سگ و در واقع گاو و سگ رو یک ملاک قرار داده، یک اندازه قرار داده باشیم و بعد بیایم ببینیم که انسان‌ها در واقع از اون بیشتر خوشمون میاد. اینجوری نیست. ما داریم در واقع حواس چشایی خودمون رو، یعنی یک لذت زودگذر رو به جان یک موجود دیگر رو داریم چیز میکنیم، در واقع ترجیح میدیم. خب من این مثال رو برای شما میزنم. ما حواس خب پنجگانه داریم. چیکار کنیم؟ یه لحظه من مثالم رو بزنم. ما حواس پنجگانه داریم. اوکی. خب من یک لحظه این مثال رو در نظر بگیر که من میگم که یک حیوان رو دوست دارم که بکشم و خونش رو بریزم، به خاطر اینکه اون صدایی میده که اون صدایی رو که موقع زجر کشیدن و موقع مردن میده رو دوست دارم، یا اینکه من میبینم که خون اون حیوان از گلوش میجهه رو دوست دارم. خب شما چی میگین در مورد من؟ میگین که یک حیوان، یک انسان سادیسی هستی و تو مشکل داری و برو پیش روانپزشک. خب اما اگر یک نفر همون گاو رو بکشه و به خاطر گوشتش و همون لذت چشاییش، در واقع که یک لیوان آب بعدش بخوری تو اون لذت چشایی رو خیلی به همون اندازه شنوایی و اون بینایی که از خون و از شنیدن صدای حیوان میدی به همون اندازه زود گذره، یعنی شما یک لیوان آب بخوری بعدش اون غذای مزه بهترین استیک از دهنت در واقع پاک میشه و میره. خب شما دارین این لذت زودگذر خودتون رو مقایسه میکنید با جان یک حیوان دیگه که میتونه زندگی بکنه، میتونه بچه بیاره و میتونه وجود داشته باشه. خب شما دارید وجود رو، من جواب بدم، مقابل لذت زودگذر بابک هم بگه، بابک بگه برای من جواب، من جواب سوال جواب تو دارم، بگو بابک. اول از همین برای من روشن، اولا که آرمین بچه‌ها ازت میپرسن که خودآگاهی از نظر تو چیه، این یک. دو، من 10 بار جواب دادم. نه حالا مثل اینکه متوجه نشد، حالا یه بار دیگه اگه تونستی کوتاه بگو. بعد من یه سوال دارم، خودم میخوام بدونم انسان جزء گوشخاران است، گیاهخواران است، یا همه چیز خاران؟ همه چیز خاران، ولی این ملاک نباید باشه. این میشه توسل به طبیعت، مغلطه توسل به طبیعت. یعنی ما اگه بر اساس اینکه طبیعتمون اگه طبیعتمون هم این باشه که گوشتخوار باشیم، اگه که بتونیم تعیین کنیم که نباید این به ضرر حیوان ها هست، ما میتونیم علیه طبیعتمون رفتار بکنیم به خاطر اینکه اخلاقی تره. خب یعنی این ملاک نباید باشه. من قبول دارم که باید بر اساس کم کردن زجر، یعنی ناراحتی و افزایش خوشحالی باشه. خب من جواب امکیو بدم. نیاز داشته باشین. اگر نیاز من نه. آره نه باید بذاریم من یه سوال کردی باید جواب بده. باشه. ببین تو میگی که ما برای میلی که داریم، برای مثلا من از گیاهخواری حتی بهتر از شما البته میتونم دفاع کنم، بعد اگه خواستی میتونم بهتون بگم چه جوری. ولی این روشی که شما میگین قابل قبول نیست. برای اینکه ببینید شما میگین جون یک حیوان شما براتون ارزش بیشتر داره تا مزه گوشت. خب بله 100%. جون یک حیوان همونجوری که من گفتم چون خودآگاه نیست هیچ ارزشی نباید داشته باشه، مگر اینکه برای کسی دیگه ارزش داشته باشه. خب یک جون یک حیوانی که خودآگاه نیست ما نباید بگیریمش، برای اینکه آیا برای صاحبش ارزش داره و این برای صاحبش زجر میکشه، برای همین نباید کشتش، یا اینکه برای مادرش، مثلا یک گوساله‌ای که مادرش دوستش داره و از جدا کردن بچهش از مادرش مادر زجر میکشه، این باید جرم باشه که شما این بچه رو میکشین به خاطر اینکه مادرش داره زجر میکشه، نه خود گوساله. خب برای اینکه گوساله خودآگاهی نداره. خودآگاهی هم که گفتین یعنی چی؟ یعنی خودآگاهی یعنی خودآگاهی، یعنی شما آگاهین که وجود خارجی داری. خب من فکر کنم چون خیلی ما هممون خودآگاهی داریم، تصور خودآگاهی نداشتن برای بقیه سخته. خب در صورتی که به شما بگم ما اکثر روز خودآگاه نیستیم. خب فقط موقعی که یه نفر مثلا به شما درباره شما صحبت میکنه یه دفعه خودآگاه میشه. خب خودآگاهی یعنی که آگاهی داشتن از این که یک چیزی به اسم من وجود خارجی داره. خب شما اگه آگاه نباشین از وجود خارجی خودتون، گرفتن جون شما جنایتی علیه شما نیست، برای اینکه شما چیزی ازتون گرفته شده که اصلا نمیرسین وجود داشته باشه، چه بخواین اصلا لذت ببرین. خب ببین ولی چیزی که میشه گفت، میتونیم بگیم خب یک حیوان از وجود خودش، اکثر حیوانات از وجود خودشون آگاهی ندارن، ولی خب لذتشو که دارن میبرن از زندگی، دارن غذا میتونن غذا بخورن،
میتونن روابط جنسی داشته باشن با حیوانات دیگه، اونا رو که میدونن وجود داره. یک حیوانی که مثلا یک گاوی که داره چمن میخوره داره از این لذت میبره، ممکنه ندونه که من وجود دارم، ولی این چمنو و این مزه چمنو میدونه که وجود داره و داره لذت میبره. یه نفر میدونه میگه خب ما نباید این گاوو کشت، برای اینکه زندگی که میتونست داشته باشه رو ازش گرفتیم، نه اینکه وجود خارجی خودشو که نمیدونست وجود داره ازش گرفتیم. خب ولی خب این اشتباهه. چرا؟ چون این گاو وجود نخواهد داشت اگه من نمیخوردمش. خب یعنی دلیلی که این گاو اصلا به وجود اومده این بود که ما قرار بود بخوریمش. یعنی همون زندگی کوتاهی هم که داره که ممکنه از یه رابطه جنسی لذت ببره، از غذا خوردن لذت ببره، به خاطر این بود که به وجود اومد که ما بخوریمش. تازه شاید ما میتونیم اینجوری توجیه بکنیم که شما دارین جور میکنین به کل گاوهایی که میتونن به وجود بیان و از زندگی لذت ببرن اگه شما بخواین گوشتخواری رو کاملا از بین ببرید. چون کلی گاوهایی که میتونن زنده باشن و یه مقدار ببین، من از شما این سوال میکنم، خیلی از کسایی که یاخار هستن من میگم شما مگه با گاوا صحبت کردی؟ خب من اگه خودم جای گاوا بودم و یه کسی میومد از من سوال میکرد، خب آیا شما ترجیح میدادید که هیچ وقت به دنیا نمیومدید خب و هیچ چیز رو تجربه نمیکردید، یا اینکه به دنیا میومدین و مثلا تا سن مثلا برای انسان بشه تا سن 30 سالگی دنیا رو تجربه میکردید بعد میشدین غذای یه نفر، بعدش کدوم رو ترجیح میدادید؟ من میگم خب ترجیح میدادم یه 30 سالی زندگی میکردم. بذار بگم، بعضی ممکنه متوجه نشن دارم چی میگم. 30 سال زندگی میکردم بعد غذای یه نفر میشدم که حداقل یه تجربه از زندگی بکنم. خب شما اگه گوشتخواری رو کاملا از بین ببرین، یعنی که مثلا گوشت مثلا تقاضا براش کمتر بشه، خب این ممکنه باعث میشه اون گاوی که قرار بود به دنیا بیاد چون تقاضا براش کمه ارزش هم کمتر بشه و گاو کمتر داشته باشه و گاوهای کمتری تجربه زندگی بکنن. خب ببین شما اگه میخواین از گیاهخواری دفاع بکنید، نباید بگین که اصلا کشتن حیوان به طور کل به طور ذاتی بده، برای اینکه بد نیست. برسه چیزی که من میگم، چیزی رو که شما باید روش بیشتر به نظر من گیاهخوارا تمرکز بکنن اینه که توی این روش، یعنی روش نگهداری از این حیوان ها توی این مزرعه ها جوری هست که اینا زندگی خوبی نمیتونن داشته باشه. ببین موضوع باید به نظر من تمرکز باید بر روی این باشه که زندگی بهتری به خوک و گاو و یعنی مرغ و اینا داد توی این مزرعه ها، نه اینکه کشته نشن اصلا. بفرمایید کیج. آره من با این چیزی که شما میگی موافقم که چرا باید همچین حرکتی رو انجام داد در واقع، اما شکلی که شما دارین بیانش میکنین اینه که در واقع ماها مجازیم یک حیوان رو به دنیا بیاریم و بکشیمش صرف این که بهش زندگی دادیم. خب من همین رو دارم میگم که چرا نه؟ خب همین دارم این رو میگم که زندگی که من میتونم باید یه مقداری اوکی باشم با این چیزی که تو داری میگی، اگر که اون زندگی که اون حیوان داره رو زندگی آزادی باشه و یا حداقل زندگی خوبی باشه. دقیقا مشکل با همین سیستم های گاوداری صنعتیه و این شکلی که ما گاو رو داریم استفاده میکنیم. اون زندگی که گاو میکنه کلش زجره. خب و علاوه بر اون لحظه ای هم که ما میکشیمش باز هم بهش زجر میدیم، یعنی کل زندگی زجره، بعد هم بهش زجر میدیم، بعد ما میگیم که این اوکیه چون ما بهش زندگی دادیم که یک زندگی رو انجام بده، پس اوکیه که جونی که ما بهش دادیم رو ازش هم بگیریم دوباره و به جاش یه گاو دیگر رو بیاریم و به اون زندگی بدیم. یعنی پس این زجره چی میشه؟ بس همین زجره است دقیقا. خب پس ببین رو انجام بده. پس اگر پس قبول من میگم که من میگم یه مقداری میتونم سیمپاتی داشته باشم با این قضیه که شما یک گاو رو به وجود بیارید کامل زندگیش رو انجام بده، حالا مثلا 2 سال 3 سال 4 سال هر چقدر زندگیش رو انجام بده و بعد بدون درد با بیهوشی یا هر چیز دیگه اون رو بکشید و صرف قضیه بقیه بکنید. من نمیگم این 100% درسته، خب چون شما بالاخره یک زندگی رو از یک نفر سلب کردید که میتونست در واقع زندگی بعد از اون هم داشته باشه و از لذت جنسی که میتونه اون گاو داشته باشه یا خوردن گیاهان یا بچه داشتن یا هر چیز دیگه اون رو محروم کردید. خب من اون رو هم در نظر میگیرم و این رو در مقابل لذت حسی شما از خوردن گاو در واقع قرار میدم،
اما میتونم با این تا یه حدی سیمپاتی داشته باشم که اگر شما مثلا یک گاو رو به وجود آوردید و زندگی خوبی داشت و بعد بدون زجر کشتیدش و به جاش یه گاو دیگر رو حالا به وجود آوردید، من میتونم تا اون حد مثلا سیمپاتی داشته باشم. نمیگم درسته، ولی به همین دلیلی گفتی سه بار اینو. خب امکی جان، پس تو قبول کردی که کشتن یک حیوان که خودآگاه نیست به طور اصل غلط نیست، یعنی این مشکلی نداره، یعنی مشکل اینه که آیا حیوان داره زجر میکشه یا نه. به خودی خود کشتن یک حیوانی که خودآگاه نیست مشکلی نداره، پس حالا اینو قبول کردی. MK هستی بابک؟ نمیدونم MK هستی. قبول کردی که درسته، یعنی الان داریم درباره نحوه زندگی این حیوان ها صحبت میکنیم، نه درباره اینکه آیا میشه کشتشون یا نمیشه کشت. برای اینکه ما قبول کردیم که اگه یه زندگی خوب این گاو داشته باشه، نمیدونم MK دیگه صداش نمیاد، ما پس هیچ مشکلی نداره کشتن این گاو. هستی MK؟ این گیاخارا که صحبت میکنن بحثشون روی نحوه نگهداری و پرورش این حیوان رو تستش عملا. نه خیلی هاشون میگن که اصلا ما چون حق اصلا حق گرفتن جون رو نداریم، که این به نظر من کاملا MK ارتباطش قطع شده. آره که این به نظر من کاملا غلطه. یعنی میگن پس ما اگه حق گرفتن جون انسان رو نداریم، داریم برای انسان برتری قائل میشیم از حیوانات، ما باید حق گرفتن جون حیوانات هم نداریم، که در صورتی که خب ما دلیل داریم برای این که نمیگیریم جون انسان ها رو. خب یعنی دلیلاش هم گفتم، یکی این که انسان خودآگاهه، دوم این که زجر رو که فقط هم به خاطر اون انسان خاص نیست که ما جونش رو نمیگیریم، تأثیری که روی جامعه داره، تأثیری روی کسایی که اون انسان رو دوست دارن، تأثیری روی این که بعضی هم میگن خب اگه مثلا یک انسان اگه ما کشتیم که هیچ کسی دوستش نداشت، از این کسی نمیدونستیم وجود خارجی داره که بیاد ما اونو پس میتونیم بکشیم. فرض کنیم یک انسانی که مثلا یک انسان یک ساله ای که خودآگاه نیست و مادری هم نداره، اصلا کسی هم نمیدونه وجود داره، پس آرمین میگه ما باید بتونیم اینو بکشیم. نه، چون که ما اصلا قابل قبول بودن یک کشتن یک انسان برای ما غیر قابل، یعنی ما دوست نداریم، ما به عنوان یک جامعه انسانی نمیخوایم اینو. چرا نمیخوایم؟ چون میل نداریم، یه همچین چیزی باعث ما اذیت و آزار میشه برامون که تو جامعه زندگی بکنیم که یه بچه یک ساله رو بشه کش. چون دوست نداریم و میخوایم زجر اذیت و آزار رو کم بکنیم، این قانون رو میذاریم که هیچ کسی حق نداره بچه یک ساله حتی خودآگاه هم نباشه رو، ما حق نداریم همچین کاری بکنیم. خب حالا MK هم الان چیز کرد، گفتش که گوشیش خاموش شد، الان دوباره داره میاد بالا، لینک رو براش فرستاده. کجا بود گفت؟ تو در چت بود؟ آره به اسم بابک. MK بگو تو هم بابکی دیگه. آها شاید برای این گذاشت MK چون دوتا بابکی میشود. زودتر میگفتی بابک کاملا میومدم تو تیمت. نه تنها تیم خودت هم داری گیاه خوار میشید. خب MK متوجه شدی من چی گفتم؟ آرمین اون یه تیکر رو من متوجه نشدم. نه من گفتم پس تو قبول کردی، شارژم تموم شد و گفت پس تو قبول کردی که به طور اصل این غلط ذاتی غلط نیست کشتن حیوان، یعنی برامون مهمه که حیوان زجر اذیت آزار نبینه، نه اینکه قصد یعنی کشتن یک حیوان به یک حیوانی که خودآگاه نیست به خودی خودش کار اشتباهی نیست گرفتن جون از یک حیوان. من اصلا خودآگاهی رو این وسط ملاک نمیدونم. من خود در واقع اون لذت و در واقع زجری که به حیوان میدونیم رو من آره من آها خیلی خب پس قبول داری. آها پس قبول داری، پس تو هم برات زجر علیه حیوان برات مهمه. آره و این که شما حاضر نیستی شما این زجر رو به یک حیوانی وارد کنی که از قیافش خوشت میاد. شما گفتی من سگ رو حاضر نیستم این کار رو باش انجام بدم چون از قیافش خوشم میاد. نه اصلا گوش نکردی. من چرا رو... دقیقا همین بود دیگه. شما اصلا نه هیچ حیوانی بس من خوشحال میشم که دقیقا بگی که چرا حاضر نیستی اصلا گوش کن برای اینکه گوش اون رو به گاوه ترجیح میدی که اون رو میتونی بکشی و سگ رو نمیتونی. گوش کن اصلا تو اصلا حواست نیست پس MK جان. خب
من همه حیوان ها چه خودآگاه باشن چه خودآگاه نباشن از اینکه تو درد نباشن ترجیح میدن. خب ببین من یک انسان آیا ترجیح میده که زنده باشه یا زنده نباشه؟ بله ترجیح میده، برای اینکه میدونه زنده یعنی میدونه مردن یعنی چی. خب یه سگ نمیدونه مردن یعنی چی، خب ولی یک سگ میدونه تو درد نبودن یعنی چی. خب برای همین برای همه حیوانات من این امتیاز ما باید قائل بشیم که تو درد نباشن. من کشتن بدون زجر رو گفتم. خب ببین وقتی که به درد موضوع وقتی به درد میرسه باید جرم باشه که گاو زجر بکشه، سگ زجر بکشه، همشون درد رو برای همه ما باید مانع درد همشون بشیم. خب وقتی ولی موضوع این بود که خب پس من داشتم توضیح میدادم که تو گفتی حیوانا برات مهم نیست، امیال انسان ها برات مهمه، که این غلطه، چون وقتی که به درد و زجر میرسه همه حیوانات با هم باید جلوش گرفته بشه، جلوی زجرش گرفته بشه. خب ولی وقتی به کشتن بدون زجر داریم صحبت میکنیم، اون موقع برای سگ من یک امتیازی قائلم، برای گاو نیستم، به خاطر که انسان هایی که سگو دوست دارن. خب یعنی حیوانات برای من مهم هستن، هیچ کدومشون زجر نباید بکشن، ولی چون انسان ها هم برای من مهم هستن و کشتن بدون زجر یک سگ برای این باید جرم باشه، برای اینکه به انسان ها زجر میده که یه سگ کشته بشه. خب از اون لحاظ برای سگ من یه برتری ممکنه قائل شم. پس تو نگو که تو میگی، پس تو به من میگی که تو میگی سگو من زجر میگم نباید بدیم گاو، تو الان به من گفتی که من دارم ادعا میکنم که گاو باید بشه زجر داد. من این همه توضیح دادم که حتی یه بچه گاو از مادرش هم حتی نباید جدا کرد، برای که مادرش زجر میکشه ببینه بچهش داره ازش جدا میشه، بعد تو داری میای به من میگی که گاو من دارم میگم اشکال نداره زجر بکشه. بگو بهم که یه سوال هم من بپرسم از ام کی نیستش، قد شد فکوشش خاموش شد. اتفاقا یه نکته بود قاسم هم اشاره کرد اینجا، من میخواستم بدونم وگان هستش یا ویژیتریان هستش، چون میخواستم ببینم اینا تخم مرغ هم میخورن یا نمیخورن، چون اون دلیلشون برای نخوردن اون چی هستش. لیلیه میگه خب در چین آزار نمیده، آیا درسته؟ خب آره تو چین اگه به کسی آزار نمیده باید ولی بدون زجر بکشه، یعنی به نظرم اونجا هم باید سگو بدون زجر بکشه، ولی خب اونجا من برای سگ ممکنه امتیازی رو که قائل نشم که برای توی کشور دیگه ممکنه قائل شم. ببین در نهایت هدفمون کمتر کردن زجر دیگه، هم حیوانات هم انسان ها. خب یه چیز دیگه هم بگم، خیلی موقع یه سری حیواناتی هستن مثل ماهی. خب ماهی رو اگه شما نگیرید از آب بخورید، جوری که خواهد مرد زجرش کمتر نخواهد بود از جوری که شما کشتنش. خب یعنی شما فکر می‌کنید ماهی رو اگه عذاب نگیرین بعدش خودش بمیره چجوری میمیره؟ خب خیلی کند میمیره دیگه، یعنی از گرسنگی میمیره یا یه حیوان دیگه شکارش میکنه. یعنی شما زجر ماهی رو شما زیادتر نکردین، احتمالاً شاید هم کمترش هم کرده باشه. شما یه آهو رو اگه شکار بکنین، خب زجری که میکشه احتمالاً از زجری که یه قرار بود بکشه کمتر خواهد بود. یا آهو رو شما شکار بکنید بخورید، زجرش رو کمتر کردید، چون جوری که قرار بود بمیره خیلی بدتر میمود تا جوری که شما کشتیدش، خیلی کنتر خواهد بود. ببین بالاخره یه آهو اگه مثلا طبیعت زنده خورده میشد، آره یا زنده خورده میشد یا از گرسنگی میمیره، که از خان گرسنه بشه بالاخره یه کسی میاد شکارش میکنه و زنده میخوردش. شما اصلا دیدین که مثلا یه مش پلنگ دور آهو مثلا هنوز نیم ساعت دارن میخورنش هنوز زنده است؟ خب ما اینو شکار میکردیم که به نفعش بود. آره ما دیگه باید بریم. MK تو هی قطع میشی، ما دیگه باید بریم، دو ساعت هم شد. حرف بگو. من از خواهی میکنم، خیلی قطع شدم اینترنت هم الان شوخیش گرفته. و آره من باز الان قطع شده بودم، دقیقا متوجه نشدم چی گفتی. فقط این که من میگم گوش نکردی، من توضیح در واقع وجود داره، یعنی شما نمیتونید از این اسپیسیزم فرار کنید، از اینو جواب دادید، گونه‌گرایی در واقع از این گونه‌گرایی فرار کنید، یعنی یک سیستمی وجود داره که ما باید بریم.
امتیاز بده. ما باید بریم، ولی تو داری الان حرف تکراری میزنی. ما این گونه‌گرایی رو قبول کردیم که وجود داره، ولی من براشم توجیهشم کردم. خب لیلیان داره میگه انسان ها هم ممکنه با زجر بمیرن، این به ما اجازه کشتن اونها رو نمیده. خب من که این همه توضیح دادم لیلیان جان، ما وقتی درباره یک انسان صحبت میکنیم داریم درباره کل تاثیرش رو کل جامعه، رو خانوادهش، رو خودش و روی کل جامعه صحبت میکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. خب شما اگه یک روزی تونستین یک جامعه گاوی رو پیدا بکنیم، مثلا یه مش گاو توی سالن خونهشون نشستن دارن روزنامه میخونن، یک گاو گفتش که به گاو دیگه گفتش دیدی فلانی رو زجر کش کردن، بعد کلشون مثلا نشستن ناراحت شدن با هم تلویزیون نگاه کردن که ببینن چه جوری مرد. اگه همچین جامعه گاوی تونستی تشکیل بدین و به من نشون دادین که چه تأثیری رو همه گاوا میذاره، اگه یه کسی رو مثلا یه گاوی رو بدونه مثلا، اگه شما اینجوری بخواید، شما اگه میخواین گونه گرا نباشین، خب پس ما باید حقوق قانونی اصلا نمیشه. ببینید ما کاملا با هم فرق داریم، چیزی که انسان رو زجر میده، چیزی که جامعه انسانی رو ناراحت میکنه با چیزی که گاوا و سگا رو ناراحت میکنه کاملا فرق داره. شما نمیتونیم بیان بگین که ما باید این اینا رو به یه شکل به هم نگاه بکنیم. خب مثل اینه که یک موجود فضایی بیاد، نه حالا دیگه مثال دیگه زیاد زدم، ولی ما باید بریم دیگه. من جان، یه صحبت کوتاه هم رو بکنم و من اول که ممنون که وقت دارم صحبت بکنم. آره من دوست داشتم که توی یه لایو دیگه بیام، حالا احتمالاً بیام حالا دوباره با هم صحبت بکنیم در این مورد، ولی آره یه سری چیزها وارده به این قضیه، اما من میگم که بالاخره این وسط یه گونه گرایی وجود داره که ما سگ رو به گاو ترجیح میدیم، سگ رو توی خونه نگه میداریم و گاو بله. مرغ رو راحت میکشیم و استفاده میکنیم. این وجود بله. داره و هیچ کسی نمیتونه منکرین بشه. آره نمیتونه منکرین بشه. و خیلی ممنون که فرصت دادید صحبت بکنم. در برو گوش کن، خیلی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم آرمان جان. من یکی از چیزا بود که خیلی دوست داشتم همیشه با شما صحبت بکنم. خیلی ممنون. امکی جان قرچدی، برو گوش کن من چی گفتم موقعی که قرچدی بابک بگو. امکی اگه میشه سوال منو جواب بده، من میخوام بدم شما وگان هستی یا ویجیتریان هستی؟ نه من ادعا نمیکنم 100% رعایت میکنم این قضیه رو، من ویجیتریان هستم، ولی شیر و مرغ و این شیر رو استفاده میکنم، تخم مرغ رو وقتی مصرف میکنم، فقط شیر رو اینا رو مصرف میکنم و این میدونم خودش شاید ریاکاری محسوب بشه، اصلا درست نیست، ولی خب شرایطی که من دارم این شکلیه که من ایجاب میکنه و اینجوری مصرف بکنم. صدف میخوری؟ نه حاضر نیستم بخورم. صدف اصلا مغز نداره که بخواد ناراحت شه. میدونم نیازی ندارم بهش مصرفش بکنم. اتفاقا کسایی که گیاهخوارن به نظر من اگه میخوان چیز، اگه کسایی که غذاهای دریایی چیز دیگه است، من یه پیشنهاد میکنم به کسایی که گیاهخوار هستن، چون که واقعا یه سری چیزایی توی حیوانات هست که اینا نمیگیرن و واقعا لازمه برای یه زندگی سالم، حداقل صدف رو بخورید. خب صدف، نگران صدف نباشید، صدف اصلا مغز نداره که بخواد زج بکشه. خب اینجا خیلی گرونه آرمین، من اگه میتونستم 100% این رژیم غذایی رو چیز کنم اول شیر و لبنیات رو از میکردم. اوکی اینم درست. خیلی باش دست خواسته میگم که پرسیده بودن تو خوب امکیک رو، من تخم مرغ رو نمیخورم اما شیر و مرغ رو میخورم. قاسم ببین چی میگه. بخون یعنی گاب باساش دردی نداره ولی ولی مرغ کلی. آره من گفتم که من نمیشه 100% نمیتونم چیزش کنم، ولی به خاطر شرایطی که دارم اگر توی شرایطی قرار بگیرم که بتونم این رو 100% استفاده کنم، 100% این کار رو انجام میدم، این شکی توش نیست. بله من میدونم شاید تظاهر اصلا این که بری مصرف کنی بعد بیای در مورد همین صحبت کنی. آره من راستش رو گفتم، مصرف میکنم. خیلی خوب، اگه خواستی من یه موقع خودم از گیاهخواری دفاع بکنم خیلی بهتر میتونم دفاع کنم. میگم فقط امیدوارم به خامخواری نرسه. نه 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 یه کتاب هست که خیلی خامگیاخارا ازش استفاده میکنم. من به دوستان از همینجا هشدار میدم که سمت این کتاب نرین اصلا. قابلمه را کنار بذار، یه همچین چیزی، قابلمه را فراموش کن، این وحشتناکه این کتاب، یعنی شاید باعث مرگتون بشه، در این حد نخونین و اصلا به توصیهاش استفاده چیز نکنین. یه چیز دیگه بگم، یه چیزی که گیاخارا باید بتونن با ما متحد بشن توی این کارهای ضد دینیمون به خاطر خود حیوانات،
جنگیدن با گوشت حلاله. خب گوشت حلال و گوشت کوشر که یهودی ها میخورن. خب برای اینکه تو کشور غربی الان، اگه غربی حالا کشور پیشرفته تر، الان قوانین که وجود داره اینه که حیوانات باید جوری کشته بشن که زجر کش نشن. خب یعنی جوری که حیوانات کشته میشن اینه که یه چیزی میاد میذارن پشت سرشون، یه مثل یه تفنگ، یه چیزی میخور دقیقاً چی؟ اسمش چیه؟ یه اسلحه بادیه. آره دقیقاً یه اسلحه بادیه. آره یه چیزی میره دقیقاً میخوره توی نخاع مغزت یعنی بدون هیچ دردی حیوان تلپی میفته زمین، هیچ حسی نمیکنه. خب و این روش کشتن حیوان باعث میشه که زجر نکشه. خب اتفاقا بعضی از این جاها اصلا برای حیوانات دارن موسیقی کلاسیک و اینا هم میذارن. یه روشایی هم اتفاقا درست شده که مثلا گاو خودش بتونه بره شیر خودش رو بگیره. خیلی جالبه. اینا خیلی پیشرفته. خب ولی چیزی که ما تو این کشور را زجرکشی حیوانات همینجوری نگه داشته همین گوشت حلال و گوشت کوشر یهودی هست. خب برای اینکه توی اسلام باید حیوانات جوری که باید کشته بشن با یه چیز تیز دور گردنشونه و تحقیق شده نشون داده که اینا اخیراً هم اتفاقا یه تحقیقای اومده که این زجرکشیه و حتی بعضی موقع تا 2 دقیقه بعد از این که رگ گردن رو زدن این حیوان هنوز داره درد رو احساس میکنه. خب این باید باهاش مبارزه بشه. خب بسیار عالی، من خداحافظی میکنم ازتون آرمین جان، خیلی خوشحال شدم. مرسی. مرسی. بیا دوباره ام که این بحث جالبیه. حتما میام صحبت میکنم. روز چهارشنبه اگه اشتباه نکنم ساعت 2:30 به وقت ایران برنامه دیگه ای داریم. خب من امکی جا میذارمت پایین فعلا. ممنون از وقتت. میرزا میگه آقا فتوسنتز بکنیم خیالمون راحت شه. خب اگه میخواین خیالتون راحت بشه، من فکر میکنم تا چند سال آینده ما گوشت مصنوعی خواهیم داشت. این بحث دیگه تموم میشه. گوشت مصنوعی ما اصلا میتونیم کشت بدیم گوشتو، انقدر هم خوشمزه خواهد شد. مثلا منتظر این گوشت های مصنوعی هستم. فرض کنین که یه کارخونه هایی اصلا بیا مزرعه گوشت بذارن، یعنی گوشت اصلا رشد بدن بدون یه کیوانی که اصلا مغز داشته باشه. این خیلی زود داره میاد و ارزون هم خواهد شد. فکر کنم از گوشت عادی هم ارزون تر بشه یه روزی، بخاطر اینکه خیلی قشنگ میتونن جوری طراحیش بکنن که رشد سریع داشته باشه. حتی از یه گاو هم این گوشت سریعتر رشد بکنه و تمام اون چیزایی که یه گوشت خوشمزه میکنه همه رو داشته باشه. چربیش دقیقا همون اندازه باشه که باید باشه، تمام نوتریشن ها، تمام ویتامین ها و تمام مینرال هایی هم که باید داشته باشه. من فکر کنم استیک های آینده که از هیچ حیوانی یعنی فقط تو آزمایشگاه رشدش میدن خیلی هم خوشمزه تر خواهد بود، هم به شدت اخلاقی تر خواهد بود. یعنی ما البته متاسف خواهیم بود برای گاوهایی که دیگه به دنیا نمیان که بتونن تجربه زندگی رو داشته باشن. خوشمندارم اضافه کن، خوکارم اضافه کن. آره خوکارم اضافه. البته این گوشت مصنوعی اگه اشتباه نکنم یه جایی خونده بودم که توی مالزی اگه اشتباه نکنم یه شرکتی شروع به تولیدش کرده و چند تا فروشگاه هم زده و دارن میفروشن. آره ولی گرونه الان. حالا اما به هر حال قدمی که برداشته شده به هر حال. آره ولی زود به زودی زود خیلی ارزون میشه. من فکر کنم حتی از گوشت عادی هم ارزون تر باشه. آره مزرعه گوشت فکرشو کن. دقیقا. خب باشه بچه ها، دوستان ممنون که حضور داشتید. گفتم چهارشنبه هم یه برنامه دیگه داریم بازم با آرمین، گفتگو با آرمین. اینو بخور. میگه فتوسنتز کن، این بعدش باید میوه بدیم اینطوری سنگین میشی. قاسم از دست تو.